برای دنیا و دین ای آسمانی در زمین ای دست حق در آستین مولا, مولا امیر المومنی بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه بحث آیات الولایه به آیه دهم ده هم سوره بقره میرسیم آیه دهم ده هم مثل دو آیه قبلی بحث نفاق رو داره مطرح میکنه بحثی که شاید مبتلا به جامعه فعلی ما هم باشه شاید تو زندگیمون بایستی کماکان بهش بپردازیم چون هیچ وقت درویی تمامی نداره همونطوری که ایمان تمامی نداره همونطوری که کفر شاید تمامی نداشته باشه البته بحث وجود نازنین بقیت الله العظم و ایام حکومت حضرت سر جاش اما تا اون زمان اینها همه هست بنابراین بحث نسبت به نفاق بایستی همیشه مطرح بشه آیه دهم ده رو قرائت کنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون در دلهاشون بیماریه پس خداوند بیماری آنها را افزون کند و برای آنان شکنجه دردناک است به واسطه اینکه دروغ میگویند یکی از نکات این آیه بحث فی قلوبهم مرض بیماری بیماری انواع داره بیماریهای جسمی بیماریهای روحی بیماری جسمی دست انسان ممکن آسیب ببینه پای انسان آسیب ببینه گوش انسان آسیب ببینه قلب انسان مورد آسیب واقع بشه اما بیماری روحی خب ممکنه همین چشم اون حقیقت رو نبینه همون گوش اون حقیقت رو نشنبه اون قلب دچار بیماری بشه روح حلاوت مناجات و عبادت با خدا رو نچشه لذا یکی از تفاوت اساسی که بین بیماری های روحی و جسمی هست اینکه ما بیماری های جسمی من رو سریع پیگیری میکنیم طرف پاش آسیب دیده میره دکتر مراجعه میکنه اما متاسفانه بیماری های روحی رو خیلی بهش نمیپردازیم در صورت که بیماری های روحی بسیار خطرناکتره بعضی مواقع گرفتار میشه انسان خدا رحمت کنه مرحوم بحر رو این بزرگوار یه موقعی دیدنش در حرم امیر المومنین داره دائم سجده میره شکرن لله شکرن لله شکرن لله, شکرن لله. از سجده بلند میشه دوباره میره سجده شکرن لله شکرن لله شکرن لله یه موقعی یکی از شاگردان اومدن خدمت ایشون گفتن آقا چیه بابت چه نعمتی این همه دارید شکر میکنید ایشون فرموده بودند من چهل سال رو خودم کار کردم که حسود نباشم امروز فهمیدم حسود نیستم ما برای کدوم یکی از بیماری هامون بیماری های جسمیمون باید چهل سال زحمت بکشی ممکنه باشه بنابراین چند درصد بیماری های جسمی افراد چهل سال درگیرشند اما حسد رو کیا ندارند کیا میتونه ادعا بکنه من حسد ندارم زن، مرد، کوچیک بزرگ گرفتاریم چهل سال تلاش برای اینکه یه بیماری روحی در من وجود نداشته باشه لذا یکی از نکاتی که تو این فقره ای از آیه هست فی قلوبهم مرض این که قلبشون بیمار منافقی و این بیماری بیماری روحیه نه بیماری جسمی خیلی سرمو رو گنده دارن راه میرن میرن میان سالمند قلبشون هم خوب داره پمپاژ میکنه اما قلبه که برآمده از روح افراد هست و دچار بیماری های روحیه او بیماره او مریضه نکته یه دیگهی که تو این آیه میشه بهش اشاره کرد این است که میفرماید فضادهم الله و مرضا خدا مرض اینها رو مرض و بیماری قلبیشون رو زیاد میکنه این خب یه توضیحی میخواد یعنی چی؟ ببینید تو بیماری ها تو بیماری های جسمی همینه تو بیماری های روحی هم همینه یه موقعی یه نارسایی قلبی تو بیماری جسمی هست یه موقعی میبینید نه شدیدتره رک ها گرفته یه موقعی می‌بینید بایستی عمل قلب باز انجام بشه یه موقعی میبینید با یه قرص حل میشه تو بیماری های روحی هم همین گونه است افراد متفاوتند در بیماری من مثال بزنم مثلا کبر کبر یه موقعی فردی مثل فرعون متکبره به یه درجه ای میرسه که میگه انا رب بکم الاعلا من خدای بلند مرتبه هستم ادعاهای شدیدی میکنه ادعای خدایی میکنه و حالا کمم البته اتفاقات آنچنانی نمیفته براشا اینگونه تصور نکنید که مردم مصر خیلی بایستی بیعقل بوده باشند یه نفر بیاد چنین ادعایی بکنه و همه هم بپذیرن. نه کارهایی هم ازش می اومده چون شیطان اولیای خودش رو کمک میکنه اون هم جز اولیای شیطانه لذا امدادهای ابلیس در جاشه داره دیگه وقتی اومد کنار نیل نیلی که خشک شده بود خشک که میگم یعنی آبش فرو نشسته بود چون نیل یه حالتی داره که با یستی و مد و بزرگتری رودخانه دنیاست با جزر و مد کشتزارهای اطرافش آبیاری میشه این نیل آبش رفته پایین کشتزارها داره خوش میشه اومدن سراغش گفتن خب شما خدایی دیگه بسم الله یکی کارهای خدایی تمینه یه آمد قبل از اینکه برسه کنار نیل رفت پشت یه تپه به خدم و هشمش گفت بیستید رفت شروع کرد با خدای خودش مناجات کردن خدا تو که میدونی منم میتونم آبرومو نبر میگه آمد کنار نیل دستشو گذاشت تو نیل همه دیدند که نیل داره میاد بالا آب اومد بالا اونایی که یه ذره تو اعتقادشون شک داشتندم یقین کردن کار خدایی داره میکنه یه همون لحظه بود یه موقع یه پیرمردی دسته یه جوونی رو گرفته بود اومد گفت این بنده من گوش به حرف من نمیده باید چه کارش کرد گفت کسی که بنده از گوش به حرف مولاش نمیده و انداختش تو نیل گفت میشه این رو به عنوان بخشنامه حکومتی ارائه بدید چون خیلی ها مثل من مبتلا گفت بله چرا نمیشه بخشنامه حکومتی شد که هر بنده ای گوش به فرمان مولاش نداد جایگاهش تو نیله میگن اون لحظه ای که آب نیل شکافته شده بود و بعد به هم پیوست و فرعون داشت قرق میشد اون لحظه جبرائیل نازل شد اون بخشنامه رو نشونش داد گفت اون مرد من بودم خودت دستور دادی هر بنده ای که گوش به فرمان مولاش نده جایگاهش تو نیله به دستور خودت عمل کردیم تو گوش به حرف مولات ندادی یه نفر به این درجه میرسه میشه انا ربکم الاعلا نه میشه میگه من خدای بلند مرتبه یه نفر دیگه هم میاد پایین میشه مثل مثلا ابو جهل اونام تکبر داشته اونام غرور داشته وقتی ابن مسعود نشست روی سینهش که سر نحسش رو از بدن جدا کنه خیلی ظلم کرده ابو جهر به پیغمبر اکرم خیلی ظلم کرده به مسلمون ها وقتی نشست رو سینهش که سر از بدنش جدا کنه گفت ببین از پایین گردن ببر میخوام ابو خد حفظ بشه وقتی سر رو میبرند ببینید تا حتی تو این لحظه هم دوست داره که اوج غرور و اوج تکبرش رو ارائه بده که ابن مسعود خیلی جالب جواب میده میگه از دهانت سرت رو جدا میکنم که اتفاقا زلیلانه نشون داده بشی اینا کبره وقت تعبیر دعای چهل و هفتم روز عرفه رو از لسان مبارک حضرت سجاد ببینید انا اقل الاقلین و اذل الاذلین مثل نملت بل دونها خدای من کوچیک تو هم. من زلیل تو هم زلیل تر از همه زلیل ها مثل مورچه بلکه کوچیک تر از مورچه آدم اینجوری اگر فکر کنه آقای عالم میشه خدا بزرگش میکنه لذا یکی از تعابیری که نسبت به اهل کبر داریم اینه دیگه میگن به حالت مورچه محشور میشند زیر دست و پا له میشن اینایی که تو این دنیا خیلی مقرور بودن فکر میکردن جایگاهی دارند ولذا این نکته رو میخواستم عرض کنم خدمت دوستان بزرگوار که ای که میفرماد فزاده هم الله و مرزا یه حالت تشکیکی داره این مرزه رو خداوند میتونه ازدیادش بده کمه زیادش میکنه زیاد زیادترش میکنه این اتفاق برای اهل غرور و اهل تکبر و در رأسشون اهل نفاق خواهد افتاد خب نکته دیگه ای که این آیه داره که بایستی حتما بهش بپردازی این است که خدا که اینجا میفرماید فزادهم الله مرزا این نسبت به خدا داده شده ازدیاد مرض این چگونه است چندین مطلب رو حول این محور مفسرین بزرگوار فرمودن من به چند تاش اشاره می کنم یکی اینکه خدا راه هدایت رو بیان کرده ولی بعضی ها نمی و همین نپذیرفتنشون باعث ازدیاد کفر و نفاقشون میشه این تعبیر سوره نوح رو ببینید از قول حضرت نوح فلم یزدهم دعایی الا فرارا دعوت من جز فرار از حق برای این مردم زیاد نمیکنه چیز زیاد کنه؟ بدتر فراری دارن میشه میدونید 950 سال پیغمبری کرده جناب نوح طبق تعبیر قرآن که میفرماید هزار منهای پنجاه دو هزار و چار ست سال عمر کرده طبق تعابیر روایی ما هشتاد و یک نفر ایمان آوردند خب ببینید من هرچی دعوتشون میکنم این اتفاقا فرار میکنم دعوت هست اما بینید این اتفاق هم یا تو تعبیر سوره توبه آیه 124 و 125 و اذا ما اون زلت فمنهم فمن هم من یقول و ایوکم زادت و ایمانا هنگامی که سوره نازل میشه بعضی میگن این سوره ایمان کدومتون رو زیاد کرد فاما اما الذین آمنو فزادت هم ایمانا و هم یاستبشرون اونایی که ایمان دارن خب معلومه ایمانشون اضافه میشه اتفاقاً باعث میشه که دلهاشون هم شاد بشه و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادت هم الى ردسهم و ما تو و هم کافرون اما اونهایی که تو قلبشون مرزه اونها نه تنها ایمانشون اضافه نمیشه بلکه ردسشون فراتر میشه مرزشون بیشتر میشه خب این یکی از وجوهی است که نسبت به بحث انتصاب به خدا و زیاد شدن مرض میشه مطرح کرد وجوه دیگه هم هست که انشاءالله در جلسه بعدی تقدیم محضر مبارکتون خواهم کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته